سلام، چطورین؟ خوش اومدین به چنل من و یه ویدیو دیگه. موضوع این ویدیو آنباکس وسایلیه که من از دیجیکال سفارش دادم. یه سری لوازم آرایشه که گفتم بیام با شما آنباکسش کنم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، ممنون میشم که حتما چنل منو سابسکرایب کنین، این ویدیو رو لایک کنید و یه دونه هم کامنت بذارین. دیگه زیاد نمیخوام حرف بزنم، بریم سراغ آنباکس. بسته من دقیقاً همین چند دقیقه پیش رسید و گفتم که سریع بیام آنباکسش کنم. می‌خواستم فردا این کارو انجام بدم ولی نتونستم صبر کنم چون خیلی ذوق داشتم. با یک عدد کاتر اولین چیز این کرم پودر گابلینی هست. این کرم پودر که من خیلی دوست داشتم بگیرمشون، خیلی تو این استا تعریفش شنیده بودم که کاور خیلی خوبی داره و این چیزا نسبت به قیمتش، و اینکه من قیمت رو ایناش هم اینجا واسه تون میذارم اینطوریه، و اینکه حالا میخواییم با همدیگه تستش هم بکنیم. از این اول همه شو باز کنم، بعد در آخر با همدیگه تست میکنیم، پس حتما تا آخر ویدیو همراه من باشین. دوم این چیز این پرایمر گابرینیه. کلن نسبت به قیمتی که دارن میگن که خیلی کیفیت خوبی دارن. یه گفتم بخرم، چرا اون بسته‌بندیش اونطوری بود؟ اینطوریه. این پرایمره که امیدوارم که خوب باشه، چون پرایمر خیلی مهمه تو میکاپ، و اینکه من تا حالا خودم نداشتم پرایمر، اصلا استفاده نمی کردم، ولی دیدم که خیلی توی کاور کرم پود تاثیر داره تو ویدیو و اینا، دیگه گفتم که بگیرم. البته بعدم میگرفتم واسه کلاسای میکاپم، بعد مدل میبردم. سوم این چیزم این کانسیلر گابرینیه. کلا این ستا رو، کرم پود رو، پرایمر رو، کانسیلر رو، ستاشو گابرینی گرفتم. امیدوارم که رنگاشو درست انتخاب کرده باشم. به نظر حجمش هم زیاد میاد نسبت به کانسیلری که قبلا داشتم. اینطوریه. اما هیجان انگیزترین قسمت که خیلی دوست داشتم زودتر بگیرمش، این ست برش ریل تکنیکه که خیلی خوبه و خیلی کاربردیه. اینه، من چند رنگش رو سفارش داده بودم. به نظر خوب میاد، خیلی خوشگل و گولیان نمی‌کنین. این درشه پودرشه واسه اینکه بخوای پودر فیکسی اینطوری، کلا واسه پودر این که خوبه واقعا، خیلی هم بامزه است، خوشم اومد. یه دونم درشه، این هم واسه لوازم آرایشی کرمیه، مثلا بخوای باش کرم پود بزنی یا کانتورای چرب رو بخوای پخش کنی و اینا، این واسه اونه که خیلی به این نیاز داشتم و خیلی هم گوگولیه، خیلی بامزه است. این هم که یکیش براش سایه است، این واسه سایه است. این یکی هم دقیق نمیدونم واسه چی بود، ولی خب میشه ازش استفاده کردی، چه واسه فیس کردن، چه واسه کلا یه سری پودرا رو بخوای بذاری رو صورت اینطوری. یه دونم بیوتی بلندر داره اینطوریه، خوبه. حالا بریم این ستا رو تست کنیم، ببینیم که واقعا خوبه اونجوری که میگن کاورش و اینه خوبه. صورتم رو با تونر پاک میکنم. قبل از آرایش صورتتون رو کامل با تونر پاک کنین، چون یه سری آلودگی ها هستش که شما نمیبینین، بعد اونطوری کرم پودتون بد میخوابه دیگه اگه صورتتون کثیف باشه. یکم هم مرطوب کننده میزنم. خب حالا میریم سراغ پرایمر. من گوشم یه چند دقیقه موند، حالا میریم سراغ کرم پودر. امیدوارم که کاورش خوب باشه. از این براشه میخوام استفاده بکنم برای اولین بار، از کرم پودرهای قبلی خودم خیلی کاورش بالاتره. فکر کنم نسبت به اینکه کاورش خیلی بالاست زیاد کرم پودر زدم. کاورش واقعا عالیه نسبت به قیمتی که داره. خب حالا بیوتی بلندر رو بیارم. با اولین بار کثیفش کردم، دلم نمیمد استفاده کنم. بیوتی بلندر خود ریل تکنیک رو دلم نمیمد استفاده کنم، با بیوتی بلندر خودم بلندش میکنم. کاورش خداست، ببین چقدر کاورش طبیعی و بالاست، اصلا
عاشقش شدم. این به بعد قراره همیشه بخرم. ریخت. تا اینجا که خیلی راضی بودم از هر سه تا محصولش، کانسیلر و پرایمر و کرم بود، سه تاش راضی بودم. حالا من این کانسیلر رو فیکسش کنم، این براش هم استفاده بکنیم ببینیم چه شکلیه. خیلی کار باهاش راحته دیگه. تا اینجا که آرایش کردم، گارشم رو کامل میکنم که از بقیه براش هم استفاده بکنم. خب من میکاپم رو انجام دادم، با اینکه اصلا حوصله میکاپ کردن نداشتم، ولی یه میکاپ خیلی تمیز و خوبی شد. خلاصه که خریدامم که خیلی خیلی راضی بودم، همشون خیلی خوب بودن و کیفیتشون عالی بود. من فکر کردم چون شاید تو دیجی کالا مثلا قیمتش خیلی مناسب تره، شاید کیفیتش هم کمتر باشه، ولی دقیقا هموناست و همش هم اصل بود. فکر نمی‌کردم اینطوری باشه. خلاصه که امیدوارم که این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی، خدافظ.